محمد علیزاده در 23 دی سال 1360 در کرج به دنیا آمد. وی در حال حاضر در تهران زندگی می کند. در خانواده‌ای کاملا فرهنگی و علمی رشد کرده. پدرش معلم بود و در یک خانواده سنتی که آن را بزرگترین افتخار خود می داند بزرگ شده. یک خواهر دارد. می گوید خوانندگی را از 4 سالگی شروع کرده. علیزاده مجرد است و هنوز ازدواج نکرده. می گوید یک بار عاشق شده، آن هم در 19 سالگی و به آن افتخار می کند. مدتی پیش شایعه ازدواج او با بهاره افشاری به گوش می رسید که این خبر از طرف خانم افشاری زاده در 23 دی سال 1360 در کرج به دنیا آمد. وی در حال حاضر در تهران زندگی می کند. در خانواده‌ای کاملا فرهنگی و علمی رشد کرده. پدرش معلم بود و یک خانواده سنتی که آن را بزرگترین افتخار خود می داند دارد. یک خواهر دارد و می گوید خوانندگی را از 4 سالگی شروع کرده است. محمد علیزاده مجرد است و هنوز ازدواج نکرده. می گوید یک بار عاشق شده، آن هم در 19 سالگی و به آن افتخار می کند. مدتی پیش شایعه ازدواج او با بهاره افشاری به گوش می رسید که این خبر از طرف خانم افشاری تکذیب شد. در ابتدای برنامه دورهمی، مهران مدیری از علیزاده درباره عاشق شدن پرسید که پاسخ درستی دریافت نکرد. او به شوخی گفت چه کار میکنی؟ قلبمان به دهنمان آمد. که علیزاده پاسخ داد من همیشه از آهنگهایی که میخوانم یک فیلمنامه درست میکنم. از زندگی خودم، اتفاقات اطرافم و برخوردهایم با مردم و بعد آن قطعه را اجرا میکنم. معلوم است که عاشق شدم. بدون عشق نمیشود زندگی کرد. مدیری از علیزاده درباره ازدواج پرسید که این خواننده پاسخ داد نه هنوز، انشالله که پیش بیاید. مجری دورهمی باز هم پیگیر بود تا از ماجرای عاشق شدن علیزاده سر درآورد که موفق نشد. در ادامه علیزاده درباره حجم بالای کنسرت هایی که برگزار می کند توضیح داد. خیلی بابت این اتفاق خوشحالم و خدا را شکر می کنم. شاید این مسئله باعث شده باشد که من از زندگی شخصیم دور شوم. ولی خواندن برای مردم بسیار لذت بخش است و همیشه سعی کردم تا روی صحنه و در زندگی شخصیم یک جور باشم. علیزاده درباره خوانندگانی که در خلوت به صدایشان گوش می‌دهد هم گفت من با صدای محمد اصفهانی، رضا صادقی و فریدون بسیار حالم خوب می‌شود و احساس خوبی دارم. او با اشاره به مشهور شدنش با خواندن تیتراژ برنامه کوله پشتی افزود بعد از کوله پشتی با میلاد ترابی آشنا شدم و من به دنبال یک فضایی بودم تا برای خودم سطحی از موسیقی را درست کنم و با میلاد ترابی این اتفاق افتاد. در ادامه مدیری دوباره به ماجرای عاشقی علیزاده بازگشت که او باز هم پاسخ درستی نداد و گفت بله، من عاشق پدر و مادرم هستم. فکر می کنم زندگی بدون آنها هیچ است. این خواننده 34 ساله بدون آنکه درباره عاشق شدنش در 19 سالگی توضیح دهد ادامه داد بله، اگر آهنگهایی که در آن سن خوانده ام را مشاهده کنید متوجه پخته تر شدن صدا و آهنگهای من تا امروز می شوید. این تجربه‌ای که به مرور زمان کسب کرده ام صدایی شده است که امروز مردم می شنوند. از جمله انتقاداتی که به این خواننده می شود استفاده مکرر از کلمه دل در ترانه هایش و بغض صدایش است که خودش اینگونه پاسخ می دهد. دوست داشتم بگویم دل به دل این دل دل مرده بده. بده دل که بد آورده. همین که شنونده باید به خودش زحمت بدهد و کلنجار برود تا این ترانه را حفظ کند یعنی من بردم. در این آلبوم دوست داشتم در همه قطعات از دل استفاده کنم. حالا دیگران هر چه می‌خواهند بگویند. من تکرار قافیه‌ها را هم دوست دارم. مثل اتفاقی که در این اولین باره افتاد و من 9 قافیه شبیه به هم را پشت سر هم تکرار کردم. او در ادامه چنین می‌گوید: هیچ بغض ماندگاری در صدای من وجود ندارد. من از بچگی هم که قاری قرآن بودم با همین صدا می‌خواندم. منتها صدایم پخته نبود. اولین آلبوم رسمی محمد علیزاده با نام همخونه در سال 1387 منتشر شد
این آلبوم نتوانست محمد علیزاده را آنطور که باید معرفی کند. چندین سال پس از انتشار این آلبوم که فروش پایینی هم داشت، یک آلبوم دیگر از وی با نام سورپرایز در آستانه انتشار قرار داشت که به صورت اینترنتی پخش شد، ولی با این حال موفقیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و جزو بهترین آلبوم‌های موسیقی سال کشور به شمار می‌رفت. او سال‌های زیادی تلاش کرد تا بتواند در عرصه موسیقی ایران نام‌آشنا شود. علیزاده مدت زیادی به همراه بسیاری از خواننده‌های مشهور کشور نظیر رضا صادقی در رادیو جوان به اجرای برنامه پرداخته است. اجرای وی در رادیو جوان و آشنایی علیزاده با فرزاد حسنی باعث شد تا او آهنگ خداحافظ با شعری از فرزاد حسنی را برای تیتراژ برنامه کوله‌پشتی که در سال 1385 پخش شد را اجرا کند. محمد علیزاده یکی از پرکارترین خواننده‌هایی است که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته است. از جمله این ترک‌ها می‌توان از ساخت تیتراژ برای برنامه کوله‌پشتی، سریال سراب، شهر باران، ماه عسل 89 و ماه عسل 96، مسابقه قرآنی تسنیم، جشن رمضان 91 و 92، صبحی دیگر، سریال خروس، میشه نگاه کنی و بر آستان جانان و سریال‌های زخم و برادر نام برد. این تعداد همکاری با سازمان صدا و سیمای ایران در کمتر خواننده‌ای مشاهده شده است. با این حال علیزاده باز هم قطعاتی را برای این سازمان در دست تهیه دارد. محمد علیزاده اولین برنامه رسمیش بر روی صحنه را در 28مین جشنواره موسیقی فجر در سال 1391 برگزار کرد. او آخرین برگزار کننده کنسرت در 30مین جشنواره موسیقی فجر در سال 93 بود که اجرای او در این جشنواره مورد توجه علاقمندان قرار گرفت. این دومین باری بود که جشنواره موسیقی فجر با کنسرت محمد علیزاده به پایان می رسید. علیزاده همکنون رکورددار کنسرت‌های ایران است. محمد علیزاده از فعال‌ترین برگزار کنندگان کنسرت در میان خوانندگان پاپ اهل ایران است. او فقط در سال 93 بالغ بر 40 اجرای زنده در 10 شهر ایران از جمله تهران، قزوین، لاهیجان، همدان، کیش، زنجان، آستارا، شهریار، آمل، شیراز، گرگان، بوشهر، عراق، کرمان، تبریز، بندرعباس، چالوس، ساری، محمودآباد و گنبد داشته است. کنسرت علیزاده به عنوان بهترین کنسرت جشنواره موسیقی فجر در سال 1391 در بخش پاپ انتخاب شد. همچنین وی در سال 93 و 94 با برگزاری کنسرت‌های متعدد رکورددار کنسرت در ایران است. به گونه‌ای که او در سال 94 سی سانس کنسرت، آن هم فقط در تهران، نفر اول موسیقی کشور بود. علیزاده به دلیل توانایی ساخت ملودی و آهنگ و همچنین ترانه‌سرایی، همکاری‌هایی نیز با سایر خوانندگان و فعالان موسیقی ایران نیز داشته است. ساخت قطعه انتظار در آلبوم یاد چشمانت از آمین رستمی و قطعه بزار ببینمت در آلبوم دریا از سعید عرب و همچنین قطعه ستاره در آلبوم کما از حمید عسکری جزء این همکاری‌ها بوده است. آهنگ با این که تنهایی وی در میان 10 آهنگ برتر سایت ترانه ماه به انتخاب کاربران اینترنتی قرار دارد. همچنین ترانه جستو و خداحافظ جز محبوب ترین ترانه های او به انتخاب هوادارانش بوده است. ترانه دلنشین شهر باران با صدای محمد علیزاده و ترانه مجید صالحی و ملودی بهنام کریمی و تنظیم بهروز سفاریان در اولین فستیوال تیتراژهای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مقام دوم را از آن خود کرد. محمد علیزاده علاقه خاصی به قرآن دارد و 3 سال پیاپی مقام اول قرائت قرآن را توانسته کسب کند. از 15 سالگی یادگیری موسیقی اصیل ایرانی را شروع کرده. قبلش هم دستگاه‌های قرآن را یاد گرفته. آقای دکتر جوانمرد که مربی قرآن او بودند، تمام دستگاه‌های قرآن را به او یاد دادند. بعد از مدتی مشاهده کرد که موسیقی سنتی را خیلی دوست دارد و به همین دلیل ردیف هم آموخت. علایق و تیپ شخصیتی. در دوران تحصیل از درس شیمی متنفر بوده ولی ادبیات و ریاضی را دوست داشت. آهنگ‌های خداحافظ و جستو را جزو محبوب‌ترین ترانه‌هایش می‌داند. خواننده محبوبش عرس است و از کارهای ناصر عبداللهی انرژی می‌گیرد. علی دایی و رونالدو را فوتبالیست‌های محبوبش می‌داند. بازی هنرمندانی چون فاطمه معتمدآریا و زنده‌یاد خسرو شکیبایی را دوست دارد. از تولید